طالبان یک جزیره در مرز با ازبکستان را تصرف کردند. بینندگان گرامی، درود و سلام بر شما. مرزبانان ازبکستان در مرز دو کشور سه شهروند افغانستان را به هلاکت رساندند. در پاسخ طالبان یک جزیره مورد بحث در رودخانه آمورا اشغال کردند. قاری احمد قبلا از این منطقه افغانستان دو حمله موشکی به مرز ازبکستان انجام شده بود که مسئولیتش را داعش به عهده گرفت. اما منبع از پلیس طالبان در محل خبر می‌دهد که این بار حدود 90 نیروی مرزی این گروه وارد یک جزیره میان دو کشور شده اند. دلیل این اقدام طالبان کشته و زخمی شدن و اسیر شدن چند ساکن افغانستان از سوی مرزبانان ازبکستان بوده است. روز گذشته 21 آگوست تقریبا حوالی ظهر 56 ساکن روستاهای ساری، پتا و توقی، شهرستان شورتیپا، ولایت بلخ برای جمع‌آوری شیرینیه به جزیره مرزی به نام آرل بابا که بسیار کلان و در مقابل شهر ترمز موقعیت دارد عبور کردند. منبع افزود مرزبانان ازبک به این دلیل که این جزیره مرز ازبکستان است از آنها تقاضا کردند که محل را به زودی ترک کنند، اما شهروندان افغانستان به گپ آنها اعتراض میکنند که در قلمرو خود قرار دارند. مرزبانان ازبک مجبور به آتش گشویی میشوند. در پی این حادثه بنا به اطلاع منابع طالبان از جمله شهروندان افغانستان 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شده، 7 نفر دیگر به اسارت مرزبانان ازبکستان افتادند. به گفته منبع ازبکستان به زودی چرخبالهای نظامیش را به مرز فرستاده است که در فضا گردش می کنند. طالبان هم دیروز و صبح امروز 22 آگوست 46 نیروی خود را در جزیره جایگزین کردند، اما هیچ درگیری اتفاق نیفتاده است. این 3مین اتفاق محض در این منطقه مرزی میان ازبکستان و افغانستان طی ماه‌های اخیر است. بار اول 18 آوریل سال روان یک حمله موشکی انجام شده بود که مسئولیت آن را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. از روستای توقی، شهرستان شورتیپه ولایت بلخ به قلمرو ازبکستان 7 موشک شلیک شده بود. مقامات ازبکستان در پاسخ به این حمله واکنش رسمی نشان ندادند، اما روزهای بعدی حدود 50 تیر و چرخبال نظامی این کشور در فضای این منطقه مارش نظامی انجام دادند. حمله دوم موشکی 5 ژانویه نیز از روستای توقی، شهرستان شورتیپه ولایت بلخ انجام شد که به زودی وزارت امور خارجه ازبکستان آن را تایید کرد. در خبر رسمی نهاد گفته شد که 4 موشک به 4 خانه شخصی در محله مجنونتال و 5مینش در زمین میدان فوتبال شهر ترمز اصابت کرد، اما خسارات جونی در پی نداشته است. این حمله را نیز داعش به ذمه گرفته. اعلام کرد که حمله در پاسخ به سرکوب تظاهرات قرقالپوشان از سوی مقامات ازبکستان انجام شده است. تا به این لحظه مقامات ازبکستان اتفاقات 2 روز اخیر در مرز با افغانستان را توضیح ندادند. از توجهتان، جهان سپاس، وقتتان خوش، الله نگهدارتان.